سلام به کانال یوتیوب تپس خوش اومدید چرا حروف روی کیبورد به ترتیب الفا نیستند تا حالا فکر کردین چرا حروف روی دکمه های کیبورد به ترتیب حروف الفا انگلیسی یعنی ABCD نیستند و به قولی به صورت Q W Y هستند این طرز قرارگیری حروف توسط فردی به اسم کریستوفر شورز ابدا شد به عنوان پدر ماشین تحریر شناخته میشه فردی که اولین ماشین تایپ مدرن رو اختراع کرد اولین ماشین تایپ بر اساس حروف الفا ساخته شده بود هنگامی که یه دکمه فشرده میشد توسط یک میله آهنی به جوهر آغشته و روی کاغذ ایجاد میشد ولی اگر تایپیس با سرعت زیاد تایپ میکرد بعضی مواقع این میله های آهنی به هم گیر میکردند و باعث از کار افتادن دستگاه تایپ میشدند و برای همین شولز برای اینکه بتونه از درگیر شدن این میله ها با هم جلوگیری کنه و در واقع بتونه تأخیری تو کار تایپیست برای پیدا کردن حروف ایجاد کنه 6 سال وقت گذاشت تا بتونه بهینه ترین حالت چینش حروف رو برای جلوگیری از گیر کردن میله های رابط در سال 1878 پیدا کنه سپس همین سیستم QWERTY وارد کامپیوترهای معمولی شد چون احتمالا هزینه های آموزش مجدد تایپی زیاد می شد. مردم عادی نیز به این چینش عادت کرده بودند. البته QWERTY تنها سیستم موجود برای چینش کیبورد نیست. سیستم های دیگری نظیر دوراک و کول مایک وجود داره. بعضی از کشورها مانند کانادا و انگلستان از QWERTY متفاوت استفاده می کنند. که جای بعضی از کاراکترها در اون عوض شده توی اروپای مرکزی آلمان، اتریش و جمهوری چک جای کلیدهای زد و وای نیز تغییر کرده همه آنچه که تا به حال گفتیم در مورد حروف صفحه کلید انگلیسی بود اما چینش ترتیب حروف روی صفحه کلید فارسی از کجا اومده؟ صفحه کلید رایج فعلی که از اون استفاده می کنیم تا حد زیادی از چینش کیبورد عربی اختباس شده اولین چینش کیبورد عربی در سال 1899 توسط یک طراح سوری به نام سلیم شبلی حداد حد برای ماشین های تایپ طراحی شد. این چینش سپس با تغییراتی توسط مایکروسافت و اپل روی کیبورد های رایانه ها نیز پیاده سازی شد. اما کیبورد فارسی سالها بعد یعنی در سال 1373 متولد شد. در نسخه های اولیه سیستم آول ویندوز چینش حروف فارسی روی کیبورد بر اساس چینش حروف عربی تنظیم شد یعنی همون صفحه کلید عربی با تغییراتی اندک و با افزودن حروف پ، چ، ژ و گ این کار باعث شد حروف های پ و ژ روی صفحه کلید بلا تکلیف بمونن و هنوز هم جای این دو حروف روی صفحه کلیدها متفاوته ممنون از اینکه ما رو تماشا کردید